مشکلی از بین بردن شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه با بازداشته‌ها در یک همایشه در دوشنبه مطرح شد. با گفته مقامات تاجیک، تلاش‌های تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه تا اندازه چشمگیر بوده است. اما سازمان‌های مستقل ضد شکنجه با مثال ده‌ها مورد بدرفتاری از مقامات خواستند این مسئله را جدی بگیرند. одно из самых главных проблем на данный момент является большой разрыв между законодательством и правоприменительной практикой. مسئولین دادستانی کل گفتند از 6 شکایت گویا شکنجه شدن بازداشته‌ها در 9 ماه امسال یکی هم تصدیق خود را نیافت. این در حالی است که پیوندان خبرنگار زندانی عبدالستار پیر محمدزاده در آغاز ماه اکتبر گفته بودند که او زیر فشار به گناه اقرار کرده است و در نامه در این باره شکایت کرده است. مطبوعات نخوندیم مثلا، لیکن به طور رسمی مراجعه شده، ورود شده است. مقامات در تاجیکستان معمولاً وجود شکنجه و بدرفتاری را علیه بازداشته‌ها و محبوسان و گمانبران رد می‌کنند. که در مؤسسه ایستوی بینوی نام کمروی و تفقیه جریموی جای دارند که در این جای جریموی روان ندیدن شکنجه کمروی مشاهدوی نصب کرده شده است. اما ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه خبر می‌دهند که در 2 سال اخیر حداقل 40 مورد شکنجه و مناسبت‌های دیگری بی‌رحمانه را حجت گذاری کردند. آنها می‌گویند این رقم تنها یک قسم کمی شماره واقعی پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. طبق تجربه نشان می‌دهد نه همه شکایت‌ها از شکنجه به محاکمه دادگاهی می‌رسند و آن عوامل‌های گوناگون دارند. یکی از آنها نبودن دلیل شکنجه نوابسته به خلاصه های تشخیص های طبی، فشار به دواگر، نبودن مبلغ کافی، نبودن دانش های حقوقی و غیره ها. اینجا یکی از برآمد کننده ها گفت که در تاجیکستان شکنجه هست ولی آن فاجعه نیست. میخواستم گویم که این فاجعه است. فاجعه نه تنها به خودی شکنجه شده بلکه به خانواده او. تاجیکستان به محض بدرفتاری و شکنجه گمانبران در گزارش های بین المللی حقوق بشر همیشه تنقید می شنود. سازمان ملل می گوید در تاجیکستان ماموران انتظامی برای حاصل کردن اعتراف گناه بازداشتگان را شکنجه می کنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به اینابت می گیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است.